درود مجدد، ممنونم که برای دیدن مجله صبح انتخاب کردید. بیننده عزیز، قسمی که در آغازم گفتم امروز موضوع ما در رابطه با کارکرد و خدمات شفاخانه ساعت طفل است. شما اگر زمانی به این شفاخانه مراجعه کردیم با مشکل برخوردن یا با معضل برخوردن و یا از برخورد دکتران شفاخانه و یا کارمندان شفاخانه رضایت نداریم و یا اینکه چقدر از ارزی خدمات این شفاخانه رضایت دارین، امروز فرصت به شما ایجاد کردیم، میتونین در برنامه تماس بگیرین. آقای نورالحق یوسف زای، رئیس شفاخانه ساعت طفل با ما هستن. خوشبختانه که حاضر شدن به تمام پرسش ها و دیدگاه های شما پاسخ بدن و با ایشان شریک بسازین. اگر در این خصوص سوال یا پرسش دارین، میتونین به شماره های تماس 0791-6655 به تماس شوین و همچنان دیدگاهتان میتونین در صفحه فیسبوک ما پای پست مرتبط با این موضوع با ما شریک بسازین. ما نظریات شما را در برنامه جا میدیم. همچنان ازتان دعوت میکنم با ما باشین و در برنامه اشتراک کنین. آقای یوسف زای، خوش آمدین. تشکر. سلام به شما تمام بینندگان محترم تلویزیون شما. سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتین. میخوام کلی در آغاز در رابطه با کارکرد و عرض خدمات و کلی وضعیت این شفاخانه با بیننده عزیز معلومات بدین. بسیار خوب. شفاخانه ساعت طفل اندراگاندی یا انستیتوت ساعت طفل اندراگاندی یگانه موسسه کمپلکس صحت اطفال در افغانستان است که دارای شعبات متعدد طبابت اطفال است که از جمله ما داخلی اطفال داریم، جراحی اطفال، گوش و گلو، ارتوپیدی، جلدی، انستیزی، سوختگی و همچنان بخش تشخیصیه و بخش پولی کلینیک یا سراپا و بخش عاجل شفاخانه هست که در مجموع ما 360 بستر داریم، ولی نسبت ازدحام زیاد بعضا مجبور میشیم که دو چند ظرفیت خود مریض بپذیریم که اکثر نینمی ازدحام زیاد که روزانه ما حدود از 600 تا 1000 مریض در بخش OPD و حدود 300 مریض در بخش عاجل معاینه و تداوی میشه، در حالی که ظرفیت شفاخانه ما قبلا عرض کردم به 360 بستر است و اینمی ازدحام زیاد توقعات بلند میبره و بعضا سبب مشکلات بر ما هم میشه. مثلا ما 350 بستر داریم، بعضا مجبور میشیم بالای یک بستر دو مریض و بعضا سه مریض و حتی در زمان مثلا سینه و بغل بعضا مجبور میشیم که در وارد سینه و بغل در یک بستر سه مریض رو تداوی بکنیم که خودش باعث میشه که نارضایتی ها به وجود بیاد، در حالی که ما از نظر استاندارد با شفاخانه بر هر بستر یک مریض داشته باشه و پرسونل یا استافنگ شفاخانه هم طوری تنظیم شده که نظر به بستر نرس و دکتر توظیف میشه. وقتی تعداد زیاد میشه رسیدگی نسبتاً طبیعی است که مثلا یک دکتر موظف است برای 4 مریض، طور مثال اگر برای یک دکتر 10 مریض تسلیم بکنیم و یا برای یک نرس موظف است طور مثال برای 2 یا 3 مریض، نهایت 5 مریض اگر برای یک نرس در 24 ساعت ما 20 مریض تسلیم بکنیم، طبیعی است که او از عهده کار نسبتاً برآمده نمیتونه و بسیار خسته میشه. سپس یعنی شما میگیم به مریضا را یا بیماران رسیدگی صورت نمیگیره به دلیل که شما امکانات لازمه ندارین؟ ببینین، چیزی که بسیار مهم است، من باید عرض بکنم که شفاخانه تغییرات بسیار واضح آمده در 5 سال اخیر. ما بخشای بسیار اساسی که در اونجا ایجاد کردیم وقتی که ما مسئولیت گرفتیم، اولین سروی را که کردیم دیدیم که ما در کجا مشکلات داریم، وفیات اصلا چیزی که بسیار مهم است، وفیات مریضا در کدام قسمت بسیار زیاد است، مریضا در کجا زیاد منتظر میمانند و بالاخره چی کارهای ضرور است تا وفیات پایین بریم. مثلا وقتی که ما مسئولیت گرفتیم وفیات ما حدود 10.2% بود و مریضا سرگردان بودن، سرویس عاجل نداشتیم. آیستا ما سر 5 قسمتی که اصلا وفیات در اونجا بسیار بلند بود که یکی سرویس عاجل بود، بخش مراقبت جدی بود، بخش نوزاد بود، بخش سوختگی بود و بخش سوی تغذیه بود. این جایی بود که ما بسیار تلفات زیاد داشتیم و دلیلش هم اکثرا این بود که اول سرویس عاجل نبود که مریض به شکل درست تیراژ شود، یعنی کتگوری شود که کدام مریض با
و وضعیت وخیم داره که زودتر برش رسیدگی صورت بگیره و کدام مریض باید مثلا منتظر بمونه. آقای یوسفزاده اگر اجازه تون باشه تماس پاسخ میدیم برمیگردیم به حرف شما. دوست ما گل محمد است، مزار روی خط هستم. برادر عزیز بفرما، تماست برقرار شده. بله سلام علیکم. گل محمد هستم از شهر مزار شریف. یک سلام احترام خدمت میهمان برنامه شما، خدمت شما. ما یک سوال داشتم، گفتم خواستم یعنی موضوع بگتون در فضل شفاخانه صحت طفل است یا در سطح افغانستان خدمات چی است؟ خاص صحت طفل برادر عزیز. دکتر، ما از کارکرده صحت طفل واقعیتش راضی هستم و مثلا منظور ما این بود که اگر صحت در بحث سرتاسر افغانستان اگر ما از نظر بگیریم فکر نمی کنم که با او اندازه که مردم افغانستان تن توقع داشته باشه برآورده شود. اما بعض دفاترهایی که مثلا عرضی خدمات سی در سطح افغانستان میکنه مردم از پیشش ناراضی است، به خاطر از اینکه وزارت سفرامه مثلا به قسم یک تیکداری یا به قسم یک اجاره بر از اونا میته اونا رقم که خاص دلشان شوه اونا کارکرهای خود میکنه، یعنی کارهای خود که به شکل قانونی یا درست بشه به اون شکل نمیکنن. مثلا پرسنلشان همزمان در وظیفه حاضر نیستن، به خاطر از اینکه یک مقدار ماش کمی را بر از اونا میته اونا دلسرد هستن. یعنی عرضه خدمات صحی در سطح افغانستان که مربوط اینجا یا مربوط دفاتر شخصی میشه قناعت بخش نیستن. تشکر برادر عزیز. در رابطه به شفاخانه صحت طفل چی دیدگاه داری؟ زمانی مراجعه کردی به این شفاخانه؟ یک بار من مراجعه کرده بودم. واقعیتش من از کار کرده از اینا من زیاد راضی هستم. مردی خدمات را که صحت طفل میکنه با واقعیت که قابل قدر است. من واقعیت که خودم خوش هستم. تشکر برادر عزیز که دیدگاه تا با ما شریک ساختی. روزت خوش. دوست دیگر ما روی خط است؟ بیننده عزیز همچنان با ما باشین. اگر میخواین امروز در برنامه اشتراک کنین و نظر و پرسشتان با ما شریک بسازین، شماره های تماس برنامه 0791-6654-655 همچنان نظرتان میتونین در صفحه فیسبوک ما، صفحه مجله صبح با ما شریک بسازین، ما نظر شما رو در برنامه جا میدیم. همچنان با ما باشین. آقای یوسفزاده، فصل سرما است، بخوایم نخواهیم بیماری بر جمع کودکان افزایش یافته. بیشترین بیماری که به شما مراجعه میکنه در کدام بخش است؟ طبیعی است که امراض اطفال اکثرا خصوصا در ممالک رو به انکشاف و عقب مانده سابقه موسمی داره و طوری که شما هم شاهد هستین، مثلا در تابستان وقات اسهالات زیاد میشه و اکثر مریضایی که به صفخانه مراجعه میکنن کسایی هستند که انتانات طرق هضمی دارن و یا انتاناتی است که توسط حشرات به انسان انتقال میکنه، ولی این موضوع در زمستان تغییر میکنه بر امراض طرق تنفسی و یا امراضی که توسط قطرات هوایی به انسان از طریق تنفسی انتقال میکنه، هم از انتانات طرق تنفسی اولوی که ما ریزش و زکام و مثلا گلوندردی و بالاخره سینه و بغل هست. از روزی که هوا سرد شده راستی و موقعات انتانات طرق تنفسی بیشتر شده و اکثریت مریضایی که مراجعه میکنه واقعات همی انتانات طرق تنفسی را دارن که خوشبختانه تا هنوز واقعات بسیار وخیمش کم هست و اکثرا همی سیزنال فلو، ریزش و زکام و گلوندردی است که اکثرا به شکل OPD تداوی میشه، یعنی مریض معاینه میشه، نسخه داده میشه و پس دوباره رسخت میشه. ما به خاطر وقوعات زیاد انتانات تنفسی البته امکانات خاص داریم، یک دیپارتمنت مشخص یا یک وارد مشخص برای انتانات همی موسمی داریم که در تابستان اونا مبخشه به نام قیه سال یاد میکنن و در زمستان به نام ایارای میگنش یا انتانات طرق تنفسی که سپاس. آقای یوسفزاده یک تماس میگیریم، ادامه میدیم. دوست ما اخترگل روی خط هستن. برادر عزیز بفرما. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم شما خدا کنم که جور بخیر باشین. از رئیس عدم مترم یک سوال ماست. ما یک چند یک سی ما پیش یک مریض داشتیم دمی شفاخانه صحت صحت کفل بوده بودیم. نوجه دمی منظر شی دیسی چاپ از رئیس مترم سینمی خواهش ماست. هیت یک اجرای شاید کنمو امی جدی شی چوب هست پومیدی ار کچرا نمیمانه که از مریض پرسان کنه یا در خانه می خود صدا کنه فهمیدی یک چوب دادی شاید تا یک کسا نمیمانه و جب فهمیدی یک بدخلاکی میکنه. این از دکتر یک خواهش داریم که یک مریض بود از دکتر پرسان کده که دکتر سای مطلب با امی مریض ما رو ببینی که امی مریض ما چی رکمیستا. این امی دکتر با دو نفر با خدا ما او دیستاز بودیم با دو نفر و نمه نفرش چفا کده امی دکتر و نمه را زدن کده کلگی مردم. ما اخیر از ریاست جمهوری را پا امیدی ریاست کمیسون ما زنگ زدیم. برای صاحب ریاست کمیسون ما او زنگ زدیم و دمی شفاخانه ای توالات هست. ما خیلی جگرخون شدیم ولی از ای تو مریضه می آید، از ایرات می آید، از مزار می آید، بسط افغانستان ای یک شفاخانه است. باید این نمی که ای تو قرار او جا ایجاد نشوه. این نمی سوال ما با دیگه دمی دری ما کما که مشکل ما است خو خدا کنه که شما با میده باشین با میده دیده. اما دیگه سوال نداریم. روز خوش. خدافظ. روز شما خوش. اختر ما گل اختر گل عزیز بیندازی. شما مگر در خصوص کار کردین شفاخانه سوال و یا دیدگاه دارین و یا زمانی که مراجعه کردین با برخوردی که نامناسب بوده شما دچار شدین امروز میتونین تماس بگیرین. آقای نورالحق یوسف زیازر هستن به پرسش های شما پاسخ بدن. شماره های تماس برنامه 0791-6-354-655. همچنان دیدگاهتان در فیسبوک میتونین با ما شریک بسازین. همچنان با ما باشین. آقای یوسف زی، اکثرا ما در پیامخانه مجله صبحم شکایت هایی را داشتیم که از برخورد نادرست کارمندان این شفاخانه شکایت داشتن. شما چقدر کنترل دارین و یا میپذیرین یا نه؟ چیزی که بسیار مهم است ببینید اول منزل سیر چیزی که اینا مطرح کردین بخش نوزاد شفاخانه صحت طفل است. در بخش نوزاد جز مادر برای مادرم البته یک اتاق مشخص مد نظر گرفته شده که در تنها در وقت شیردهی که روز 8 بار است برای طفل اجازه داده میشه او هم باید یک چپن و پاپوش بپوشه و داخل بره. دلیلش ایست که اطفال نوزاد اکثرا از امی سیستم دفاعی وجودشان بسیار ضعیف است و اگر امی وقایع انتان مد نظر گرفته نشه و او را هر کسی را ما اجازه بدیم داخل بره و مریض دست بزنه طبیعی است که برادرم ما گفتن که با چوب مانی از اونا میشه. این درست چیزی که بسیار مهم است ما بر دهی بخش یک در علایده داریم که وقت مریض میاد با مادرش البته داخل سرویس میشن متباقی حتی چیزا اساسی اضافی که با خود میارن مثلا کمپل و روجایی و بالشت و ایگپا اینا پس دوباره مسترد میشن و طفل با مادرش تسلیم گرفته میشه و با دوزو تداوی و معاینات اساسی برای طفل شروع میشه. بعضا مادر کلان ها دوستان قریب و نزدیک همه توقع دارن که برن بالای مریض و مریض ببینن و حتی او را لمس کنن و با آغوش بگیرن در حالی که این چیزا اجازه نیست. پدرها، پدر کلان ها، حتی کاکا و ماما همه علاقه مند هستن طفل که جدیدن به دنیا آمده خصوصا اگر اول بوری باشه و هم وخیم از شفخانه دیگه بر اینجا رد داده شده از نظر عاطفی بسیار علاقه مند هستن که بیان او را بگیرن و اگر بخصوص که خبر میشن که مریض وضعیتش خراب است بیدونش اگر ما گونی برخورد نادرست است چیزی که بسیار مهم است برادر ما یاد شده چوب به دست کسی نیست دروازه هست دروازه البته قلف می باشه و اگر کسی کار داره یک تک تک میکنه کارگر دروازه را باز میکنه و بعضا ببینید چیزی که بسیار مهم است برخورد امی هر عمل عکس العمل داره متوجه هستین با وجود ازی که ما بسیار کارگری رو اونجا موظف ساختیم اکثرا کارگرای طبقه اوناس هستن طبقه ذکور هم نیست طبقه اوناس هستن که با اوناس چون سر کار دارن اونجا زنایی که میاین خانمایی که میاین اکثرا نو ولادت کردن یعنی به اصطلاح ما زچه هستن و اونجا باید
اکثر پرسونل ما که توظیف هستند بخش زنانه هستند، ولی بعضا برادر باعث میشن که به فشار، به زور و حتی در اونجا هم زورگویی های هست که میخواین داخل شوند و همه قوانین مد نظر نگیرند. سپاس آقای یوسف زایی بجوزیدن. اکتماس پاسو خیدیم برمیگردیم به برخورد دکتر همچنان که اکثرا شکایت دارن از برخورد دکتر سایبام. دوست ما میوند روی خط هستن. میوند عزیز بفرما. بله سلام و صبح بخیر خدمت شما و خدمت تمامی کارکنان تلویزیون یک و خدمت میمان عزیزان و خدمت تمام بیننده ها. تشکر از شما برادر عزیز بفرمایید. من خلاص میکنم از سر باستانی کنده تماس گرفتیم. فقط در قدم اول من تشکری میکنم از مرکز صحت طفل که چون در افغانستان در کابل موقعیت داره و خودم خانه رفتیم دوستایی که رفته وقت از این مرکز تعریف توصیف کردن که وقت دکترای بسیار لایق و همچنان تدابیر بسیار درست میشه و دیگر من از این لحاظ تشکری میکنم و خواستم پرسان کنم که این مرکز صحت طفل فکر میکنم تنها در کابل است یا در دیگر ولایت هم هست یا خیر؟ امیره میخواستم پرسان بکنم اگر در دیگر ولایت هم در بعضی زونا اگر این مرکز ایجاد شود مردم افغانستان خودتان میفهمین که آقای یوسف زای مستقیما به شما پاسخ میدم. آقای یوسف زای در این مورد غریب میباشن میشه که اگر کابل برون اونجا مصرف چند زیاد میشه در زونه باشه. از نظر ما فکر میکنم من برای کسی که کابل میره برای از اون آسان تر میشه و مصرف هم کمتر میباشه. سلامت باشین برادر عزیز، روزتان خوش. برادر ما نقطه بسیار خوب متوجه شدن و تصادفاً یکی از شبها جلالت ما برای رئیس جمهور به شفخانه ما تشریف آورده بودن و کنترل داشتن از شفخانه که وقتی با اونا هم شفخانه را دیدن، حالت شفخانه را بررسی کردن، چیزی را که ما قبلا گفتم امو ازدحام و بیروبار زیاد و تعداد زیاد مریض برای یک بستر و اکثر مریضایی که مراجعه میکنن یا رجعت داده میشن، اکثر تیزا مریضایی هستن که وضعیت بسیار وخیم دارن و از ولایات به این شفخانه رجعت داده میشن. ضمن بازدید اونا یک نشست مختصر داشتیم و اونا مشکلات ما را گوش کردن، پیشنهادات ما را خواستن داشته باشن. ضمن تمام پیشنهادات یکی از پیشنهادات ما اینمی بود که اگر شبه که ما حداقل به سطح زونها شفخانه اطفال داشته باشیم تا طفلایی که وضعیت خوب ندارن حداقل در سطح ولایت اگر فعلا ناممکن است در سطح زونها اینا تداوی شوند و مثلا یک مریض اگر از مزار شریف به این حالت تا کابل میرسه اگر وضعیت خراب داره خرابتر میشه دیگه. ولی یک چیزی که با بر برادر گفتم میتونم و ایست که تمام صحت آمه ها یعنی خصوصا صحت آمه های زون یا شفخانه زون ریژنال هسپیتال که هستن اینا همشان بخش اطفال دارن و تمامشان با دکتر صاحبای بسیار لایق و متخصص مثلا کار میکنن و ولی صرف چیزی که هست ظرفیتشان کم هست. مثلا صحت عامه ننگرهار شاید 150 بستر بخش اطفال داشته باشه که برای یک زون بسیار کلان چهار ولایت بسیار کم است. سپاس آقای یوسفزای. برمیگردیم بازم به پرسشی که اگر گونه برخوردی که برادر ما اخترگل یادآور شدن وجود داشته باشه که اکثرا شاکی هستن که این برخوردها وجود داره، شما به خاطر برطرف ساختن همچین مشکلات چه کارهایی انجام میدید؟ ببینید چیزی که بسیار مهم است ما یک حالت داریم که افغانستان از 30 سال جنگ همه ما سپری کرده، دکتر هم از این جنگ بی بهره نبوده، همه ما شما صدمات دماغی رو دیدیم و بسیار زود احساساتی میشه. وقتی اول طور مثال یک مریض میه، مریضدار میه، درباره مریض و مریضدار و مریض به مریضدار تشریح داده میشه که مریضشون چی تکلیف داره، چی ما باید بکنیم و چی باید توسط فامیل صورت بگیره و توجه ببینید در طبابت اطفال چیزی که بسیار مهم است یک در تداوی اطفال در تداوی یک مریض دکتر سهم خود داره، نرس سهم خود داره و والدین سهم خود داره. هر کس باید به
سهم خود باید تلاش بکنیم تا مریض ما تداوی شود. مثلا یک مریض وخیم آمده، بستر هست، دکتر می و ورا یعنی شما میپذیرین در این شفاخانه برخوردهای وجود داره به خاطر اینکه ما چند سال جنگ تجربه کردیم و دکتر هم اصحابشون نسبتاً چیزی که مهم است وقت هر کس سهم خود به شکل درستش ادا نکنه و بارها بر زونا توصیه شود که اینمی چیزا متوجه باشین. من یک مثال برتون میدم. وقتی یک مریض تعداد یک مشکل تنفسی داره، ما تعداد تنفسش بلند است، وضعیتش موخیم است، یک پایپ داخل بینی میکنیم، از رای دهن گرفته نمیتونه، یا ما قطع میکنیم از رای دهن غذا را و مادرم میگیم که به طفل شیر نده. متوجه هستین دغیر زو از مریض خراب میشه. اینه می نقطه را اکثرا متوجه نمیشن، با وجودی که برشون گفته میشه که شیر به طفل نتین و وضعیتش خراب میشه و مریضتون وخیم میشه، ممکن مریضتون از بین بره، ولی یک وقت متوجه میشه که پایپ خودشون از بینیشون کشیده و دارن به طفلشون شیر میدن. وقتی دکتر متوجه میشه چرا ولت طفل شیر میخواست یا نارام بود، یک دقیقه دو دقیقه بعد مریض وضعیتش خراب میشه. توضیحات شما را خواهی صبحی میداشته باشیم. مسعود روی خط است، دیر منتظر ماندم. برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسش و دیدگاه. خیلی باشه. سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان. پرسش خواهد سپر هم نکنیم چون وقت شما هم کم است. یکی خو مسئله عزیز که مریض و مریضداری است که دکتر صاحب خودشان گفتن، بعض مسائل دیگه در شفاخانه وقتی که در شفاخانه ساعت طفل میره، هر کسی که میره و مریض میداشته باشه، مشکل یکانه مشکل خاصی نیست که از دان دروازه با بسیار مشکل داخل میشن و مریض وضعیتش بسیار وخیم با بسیار مشکلات داخل میشن. در اوجام که میرن مدت بسیار دیره در داخل شفاخانه میمونی تا که مو چیز نوکریوال مربوط از یا بیای و تا که در اتاق بستر ببخشی. این مشکلات بسیار زیاده. یکی از طرف نظافت شفاخانه را ما چندین باره که رفتیم با اوتو که باید شفاخانه باشه نظافت از یا درست نیست. معمول خاص خواستیم که این مشکل رو با شما مطرح بسازیم. تشکر، وقت شما خوش. تشکر، وقتتان بخیر برادر عزیز. آقای یوسفزای، به اجازهتان یک وقفه میگیریم، برمیگردیم به پاسخ شما. بینده عزیزم چنان با ما باشین. ادامه برنامه سپاسگزارم که با ما هستین. بیننده عزیز، امروز بحث ما را قسمی که در آغاز برنامه گفتم در رابطه با کارکرد شفاخانه صحت طفل است. شما اگر زمانی به این شفاخانه مراجعه کردین با چالش روبرو شدین و یا برخورد نادرستی با شما شده، امروز فرصت ایجاد کردین می توانین در برنامه تماس بگیرین و با آقای نورالحق یوسفزای رئیس این شفاخانه مطرح بسازین، و یا مگر در خصوص نظافت این شفاخانه شما چالشی می بینین و یا مشکلی دارین. پس شماره های تماس برنامه 0791 این شماره هاییست که شما را مستقیم با ما وصل میکنه. دوست ما حشمت عزیز از کابل روی خط هستن. حشمت جان بفرما. اول من سلام خدمت شما و تمام کارکنان شما و بعدا خدمت رئیس صحت طفل سلام به شما تقدیم میکنم. من حشمت فنایی هستم. من فقط یک جمله میخواستم بگویم که همین بعضی دوستای ما که انتقاد میکنن یک دفعه متوجه خودم شوند. در این شفاخانه میرن، اوی که مریض داره پیش مریض است، اما پایوازی که پایین است زیر گلبته پارک این شفاخانه میشینه، کثافات خودم مندازه، حتی پمپر طفل خودم مندازه، باز رخصت میشه میخیزه میره. اوی احساس نداره که این شفاخانه خوب برای ما جور شده، این شفاخانه از ما است. ایناله کارکنان شفاخانه مجبور به این میشن که امیال رئیس لطف کردن که ما طفل در وقایع خود داریم که باید به اون طفل میکروب سرایت نکنه. اما این من شخص خودم رفتیم اموز یک خواهش کردیم خیر اجازه بده یک دفعه که من برم. اینا به امید شما از طریق رسانه ها اگر به هموطنان ما بفهمانین که به خاطر خدا به شفاخانه ها که میرین صحت خودتان در نظر بگیرین و در پارک ها میرین نظافت خودتان در نظر بگیرین. ما شریفانه در صحت طفل اینم دیروز طفلک ما همیاله در صحت طفل سوخته اموج بستر است. ما
کنم پرابلم نداریم، وقتی که میریم با اون شکلش تداوی میشن، حتی ما را اطمینان دادن که شما بیخی بیرم باشین و پایوازتان ورسی میشه همه چیز. اینا ما کمی احساس پیدا بکنیم که به شفاخانه خود، یعنی اصول شهروندی را اگر ما خودمون داشته باشیم میتونیم که با اینا با تفاهم، اگر ما پاک باشیم باز میتونم که برم او را منتقاد بکنم که بیادر شما اینی جره کشیف کردیم، نگه ما خود با که کشیف میکنیم کی جلال ما را بگیره. ایری را من میخواستم که از صحت طفل از تمام شفاخانه های خود تشکر بکنیم که در این شرایط خدمت میکنن، زحمت میکشن و ازدهامی هست در شفاخانه که ما انی شوختگی را بردیم نفر طفلش لغامک بوده آمده شله است که پشو که ما چیز نکنم از بر اول بگیرم. اینال دکتر مجبور است که بگویه که آقا جان این مریض شوخته طفل چیک میزنه خون میریزه، اما او میگه نه اول طفل مرا بیبی که من میرم کار دارم. پس اینال اینجا دکتر مقصر است نیست. اینا کوشش بکنم که خدا متوجه اما مقررات سیه بسازن، هیچ مشکل نداریم. ما بازم از جهت تفر از تمام دوستات تشکر میکنم. ما عشمت فنایی هستم، یکی از فرهنگی های از کشور، بازیگر سینما هستم. به این خاطر چون مسئولیت ما هم است به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه، ما تانستم از این طریق بازم از شما تشکر که آواز ما را پخش کردیم. تشکر، سلامت باشین، روزتان خوش. گرچه برادر ما یادآور شدن که نظر نیک داشتن، اما مسعود عزیز تماس گرفته بودن از نظافت این شفاخانه شکایت داشت. چیزی که بسیار مهم است امو رقم که برادر ما فرمودن، ما مشکل با پیوازا داریم. اکثرا کسایی که از ولایت میان و امی اصول شهروندی راستی باید در هر جای مراعات کنیم، با وجود ازی که ما برده ها و لوحه مختلف نصب کردیم. مثلا ببینین وقتی که اینا دیدن مریض میان، اگر ما برای مریض به شکل نوبتوار داخل شویم و مریض مثلا به نوبت ببینیم، امروز اگر یک فامیل آمد سبا فامیل دیگه و بالاخره تا ای که کلشون ببینن، اینا بسیار توقع دارن که همه یک جایی بیان و همه بالای سر مریض برن و همشان تحفه دارن و همشان، حتی باور کنین که از نظر اصول بسیار غلط است که یک طفل صحتمند با خود بیاری به شفاخانه دیدن یک مریض طفل. اگر ما مانع میشیم به شکل بسیار دوستانه برشان فامانده میشه که برادر گل، همشیری گلم، خواهر کندم، طفلکت داخل شفاخانه اجازه نیست، در غیر از اون مریض میشه و این اصول نیست که باید طفل صحتمند داخل شفاخانه به خاطر بازدید از مریض دیگه ببری. اینمی رو اول قبول نمیکنن. حتی به جملات بسیار رکیک که ما ای را آوردیم، حال ای پشت بیادرش دق شده، پشت خوارش دق شده، ای باید او را ببینه، یعنی با وجود همه دلایل درسته که برشان ارائه میشه گپ نمیگیرن. مجبور است بعض اوقات آدم زشت بگویه که بیبی خواهر گلم برات فهمانده شد که بر طفلت ضرر داره. حالا میگه ای آمده و اگر از پیشان خواهش کنین که دو نفرتان برین، دو نفر پیش طفل باشه با شما که آمدین، اینا نه ما یک جای میریم. و اینمی مسائل است که دیگه باور شما میگین بر خدایی که صورت میگیره به دلیل نیست که پایوزا رعایت نمیکنن. اصول باید رعایت شوه و وقتی که اصول رعایت نمیکنن با وجود فهماندن به شکل بسیار درست برشون میگین، هنوز هم قبول نمیکنن. مجبور است بعضن از آدم مجبور است که کارگرا حتی مجبور استن که برشون زشت بگن. ما پروگرام آگاهی دی داریم، لاست پیکر ها هست، بالای مسئولین است، برشون گفته میشه که در وقت پایوازی کدام مسائل مد نظر بگیرین، وقت پایوازی چی وقت است، چی وقت شما میتونین مریضتان رو ببینین. ولی بعضا دلیل هست که پس شما میپذیرین این برخورد ها صورت میگیره در صورتی که در مراجعین خانه رعایت نمیکنن. بله در این مملکت بعضا من برتان گفتم که هر دو جانب بعضا مشکل می داشته باشن، ولی مشکل اکثرا از طرف پایواز ایجاد میشه.
ما مسئله نظافت برادر ما گفتم. در مورد نظافت بیشتر حرف میزنیم. دوست ما فیصل روی خط هستن، به اجازه شما تماس شانه میگیریم. فیصل عزیز بفرم. فیصل؟ فیصل سلام، با خود تماست برقرار شده برادر عزیز. خوب هستم شدمان قرالی، خیر خیرت. سلامت باشین، بفرمایین پرسه شدن. زنده باشین، سلامت باشین، صدای ما رو دارین با خود؟ صدای شما رو داریم برادر عزیز، بفرمایین. زنده باشین، سلام با شما و آقای سزده. ما بسیار خوش هستم امروز که از امروز شما این موضوع رو در برنامه تان گرفتیم. ما خودم دو هفته قبل شاید ما رفته بودم، اما این برخورد دکترها رو دیدم با شما خود. دیگه امیر خان بود که دکترها رو ما دیدم، یک بچه یک مریض بود در سر یک چپرکت دو نفر سه نفر طفل افتادن. اما قسمه که ما خودم دیدم که ما مادرم با یک دکتر عذر میکنه که برادر عزیز بین شما میکنول بزنیم طفل بزنید یا یک طفل سنیش بند است نفس نمیکشه بریزی اکسیژن تیر کنن. دکتر صاحب خودش پایه خود سرزمیز خود مانده اما دشنام میته، یعنی ما به خداوند قسم میخوریم که دشنام میته، اما ما را خودش بالا تکوب از اینجا کشیده. آقای سوزه خیره که از قام ما میشه، ما میسوزه استیم یا میسوزه استن، اما یارا کمک که فشار بتن یارا بفهمانن که یک قسم نمیشه. ما آمدیم افغانستان استیم از دگاه جای خونیستیم، وقتی که میرم اخلاقشان در صفر زربسته، یعنی هیچ اخلاق ندارن. برادر عزیز گفتی که لط کوبت کردن؟ بله بله. خودش چی دلی؟ که پایه خود سر میز مانده مر لط کوب کده مر از اینجا کشیده. اسم دکتر را میدونی؟ هیچ. آقای سلده شماری خود با من بتم، من گرفتم دکتر خودش را برش نشان میدم. پدر آقای مثل فتریش هست امرای ما بود، یعنی امو دکتر خودش ما را از اینجا کشیدن. سلامت. و ما برکوزر کردیم، منت کردیم که مریض ما عجیست، مریض است، تکلیف سینه داشت، اکسیژن برش یک در سیر کن یا کدام چهار دانه کنول در پاش سیر کرد، کنول سیر نشد. اما بعد از این معذرده شدیم، از اینجا برآمدیم، فیلی زاده آمدیم. مشکل شما برادر عزیز گرفته شد، آقای یوسفزای به شما پاسخ میدن که آیا این کار صورت گرفته یا نه. آقای یوسفزای شما که شنیدید؟ بله، من قبلا گفتم که بعضا مداخله ها باعث میشه که احساسات به وجود بیایه و لطکوب ما به هر صورت ما، یعنی در یک شفاخانه شما میپذیرین که لطکوب باید صورت بگیره، حق میدین به مسئولین شفاخانه کارمندان شفاخانه؟ لطکوب اصلا دکتر به مریض لطکوب و مریض اما این شیوه هم درست نیست. دکتر نباید پای سر میز باشه با مراجعین. چیزی که بسیار مهم است، ما در تمام شفاخانه هر دهلیز شفاخانه نمرات مسئولین نصب کردیم. ما بر علاوه از اینکه صندوق شکایات داریم، یک کمیسیون سم شکایات داریم، بیخی یک کمیته برشان ایجاد کردیم و در ضمن نمرات خود ما، سرطبیب شفاخانه، عامر نرسنگ، مدیر اداری و مدیر خدمات، هر چهار نمره در همه دالیز ها هست. در صورت که اینا بر برخورد نامناسب برمی خورن، لطفاً به ما زنگ بزنید. و چیزی که بسیار مهم است، تلفن ما 24 ساعت فعال است. هیچ گاهی اتو نبوده که تلفن ما غیر فعال باشه. یعنی شب از هیچ گاهی اکثر مردم زنگ هم میزنن، اگر 2 بجه شب بوده، 3 بجه شب بوده، 1 بجه شب بوده، هیچ گاهی تلفنشون به پاسخ نمونده و ما از طرف شب کنترلر داریم. در از طرف روز خود ما هستیم. طور شکایت صورت گرفته شما برخوردین و یا نظارت کردین؟ ببینین، ما اتو نیست که هیچ شکایت صورت نگیره. ما از امون خاطر گفتم ما کمیته داریم. با کسایی که برخورد نامناسب کردن تا هنوز ما پس برخورد قانونی کردیم. شما ببینین یک دفعه همی دیتابیس ما رو ببینین، ما برای هر پرسونل خود پرسونل فایل داریم. هر پرسنلی که از او شکایت میشه، عمل نوره میخوایم در کمیته پایواز مریض یا مریضدار شکایت خود مطرح میکنه، او نفره میخوایم، حتی با پایواز روبرویش میکنیم، هر دو طرفه با هم میشانیم. وقتی که انتقادشان یا شکایتشان
به اصطلاح معجب بوده. ما هیچ کسی را به جزا نموندیم و جزا داده میشه و من فکر میکنم که از نظر امی جزای تادیبی شاید یگانه شفاخانه باشه که ما به پرسنل خود حتی تا سویه تبدیل و انفکاک ما برخورد کردیم و خصوصا از تعداد کارگرای ما که شکایت موجود بود، اینم تو یکی از کارگرای ما مشکل داشت و بدبختی در افغانستان چیست که ما او را منفک کردیم. از خود ادارات دولتی تا پارلمان هم باور به خدا بکنین که بالاتر است از 10 دفعه به مزنگ آمده که این نفر از معکلین ماست. برای ما چون توجه کنین به شما ظلم کردین، در حال که اونمو هر کسی که بوده بر ظلم گفتم که اول خو ای از معکلین شما نیست، یک به خاطر ازی که شما از فلانی منطقه افغانستان هستین و ای برادر ما از فلانی منطقه بنان به شما رای نداده، یک. دومی که شما بین پرسان کنین که چرا تبدیل شده، دلیلش چیست؟ دلیلش ای بوده که شب ای استراحت می باشه، یک مریض دار میه دروازه را تک تک میکنه و ای وقتی که بیدار میشه بهشان میگه که بسو به الفاظ رکی که نمی وقت آمدن مریض است که شما آمدین و او بر ما صبح شکایت میکنه، وقتی که شکایت میکنه شکایتش بررسی میشه، دیده میشه که ای آدم راستی برخورد درست نداشته. تشکر آقای یوسف، اجازه تان یک تماس پاسخ میده که دوست ما روی خط است. ما سوابقشام کشیدیم که ای آدم توصیه دیده بود، اخطار دیده بود، کسر ما شده بود، پیشنهاد کردیم و تبدیلش کردیم. عالی است. دوست ما امید الله روی خط است. برادر عزیز بفرما. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خیال دارم خوار بخیر هستین. تشکر امیدالله عزیز، بفرما مشکل و یا دیدگاهت. خیال دارم خوار، خوب هستین، بخیر هستین. تشکر برادر عزیز، سلامت باشین. بفرمایین اگر در رابطه به شفاخانه ساعت طفل دیدگاه یا پرسش دارین. بخیر آرام باشین. من از قندز همراه شما با تماس هستم. دیگر من مریض داشتم، از دکترها شکایت ندارم. همراه ما برخوردی صحیح کردن، دختره که ما زخمی بود سرش عملیات شد، الحمدلله فعلا صحتمند هستن. یک چیزی را میخواستم به رئیس صاحب بگویم که در اونجا چیز است، دواخانه موجود است، دوا هست، انبار دوا هست، همه چیز امکانات است، ولی من 3 بار که در شفاخانه مراجعه کردم، تقریبا یک ماه ما در شفاخانه تیر کردم، برای هیچ کس یک دانه تابلیت یا یک دانه این قطر من ندیدم که از خود شفاخانه بته، غیر یک روز که پیش از عید قربان بود یک چند تا سیروم برای مریضا دادن. اونم دوا برای کی است؟ به خاطر چی است؟ او چرا برای مریضا دادن میشه؟ برای غریب است یا برای کدام زورمند و سرمایه دار؟ دیگه تشکر، دیگه سوال نداشتم. تشکر، روزتان خوش برادر عزیز، سلامت باشین. برمیگردیم به سوال برادر ما مسعود که از نظافت شفاخانه شکایت داشت. بر ارتباط نظافت تلاش خود ما میکنیم و اگر مقایسه کنیم نسبت به سابق حالت بهتر شده و تلاش ما هست و ما طی یک راهنمود مشخص برای نظافت شفاخانه راهنمود ساختیم و بر زو عمل میشه که مثلا دالیزای عمومی روز چند دفعه پاک شود، دالیزای داخل وارد چند دفعه پاک شود، اتاقهای مریضان روز چند دفعه پاک شود. ولی سر از هم چیزی که ما توقع داریم است که ما از نظر به توانی که داریم و نظر به ضرورتی که از نظر به راهنمودی که ساخته شده، البته یک راهنمود علمی است، ما تلاش میکنیم، ولی بعضا چیزی که بسیار مهم است از طرف پایوازا هم وقتی که اینا میوره میخورن باید مشخصا ما در هر اتاق مثلا سطلای کثافات هست، دو پلاستیک زدگی است و مشخص شده، حتی تصاویر هست که در این سطل با چی انداخته شده. چیزهایی که مربوط اطباء و پرسنل طبی میشه اونا مثلا زرقیات میشه، ما سیفتی باکس داریم و در سیفتی باکس انداخته میشه، ولی اکثر کثافاتی که در داخل شفاخانه تولید میشه و توسط پایوازا تولید میشه بر زونا ما سطلا گذاشتیم که اونا باید هر چیز در موجایش پرتن
ولی اینه میره مراعات نمیکنن، کله را میخورن، پوستش در روی صحن است، مثلا طفل خود پاک میکنن پمپر. باور بکنین که ما همی سیستم بدرفت شفاخانه هیچ روز نیست که در یک جای بلاک نباشه. و وقتی که مثلا همی گروپ حفظ و مراقبت ما میرن و پاکاری میکنن، میبینن که یک پمپر از داخل یک تشناب میکشن، تشناب بند است. وقتی که باز میکنن و میکشن، میبینن که پمپر داخل تشناب است، در حالی که داخل تشناب سطل ماندگی است که باید پمپر طفلش تا کجا انداخته شود. این یک مشکلی هست که مربوط ما هم میشه و مربوط پایوازا. یعنی اگر مردم ما در نظافت با ما سهیم نباشند، در نگاه داشت بسیار مشکل خواهد بود که ما همه چیز، مثلا چای، وقتی چای میخورن اونجا سطل، گفتم سطل کثافات هست، مطابقیش هم تو روی اتاق میزنن، یا گلاس خود که پر از چای است دستشوی میشن، یک دقیقه بود ببینید دستشوی بسته است و عوض دستشوی، یا دستشوی چالان میکنن ایوازی که پس دوباره او آبش خاموش کنن، آب جریان داره تا که یک وقت پرسونل شفاخانه متوجه شون مشکل ایجاد میکنه. آب سلامت باشین. و برمیگردیم به دوست ما حمید که گفتن دارویی که در شفاخانه از به مراجعین و به بیماران داده نمیشه، این داروها به کی داده میشه؟ اول ما در مجموع داروها رو به سه کاتگوری تقسیم کردیم. بودجه که بر شفاخانه برای سال هر سال داده میشه، اول کفایت نمیکنه که ما تمام ادویه ضروریه که بر اطفال مورد ضرورت همین مریضا هست تمامش خریداری بکنیم. این در تمام دنیا هم امکان نداره. ما با پولی که داشتیم، مثلا ما امسال بر تمام سال 9 میلیون افغانی تنها بر دوا داشتیم. ببینید بر شفاخانه مثل صحت طفل که روز 1000 مریض میاد، 9 میلیون افغانی اگر محاسبه کنین یک ماه ما هم کفایت نمیکنه. از اون خاطر ما اولویت بندی میکنیم. دوا را به نظر به کاتگوری است که به نام ون میگن، که حیاتی و اساسی و غیر حیاتی است. ما تنها کوشش میکنیم در قدم اول ادویه حیاتی را برای مریض بخریم. بعد از او اگر بودجه ما کفایت کرد میریم به اسنشل مدیسن. و امسال ما تانستیم که امی دو کاتگوری از ادویه را بخریم که دو حیاتی و اساسی، ادویه اساسی را خریدیم. متبقی 1% از ادویه را باید مریضا بخرن. اینا کسایی که مثلا ما این عمل تمام. سپاس آقای یوسفزی، چون وقت برنامه کم است، میخوایم در پایان تعهدتان داشته باشم، گرچه که شما گفتین که مشکلات وجود داره از طرف خود شهروندان، اما تعهدتان در قسمت نظافت، عرضه خدمات و برخورد کارمندان این شفاخانه به همشهری ما چی است؟ ببینیم چیزی که بسیار مهم است، اگر پاسخ بدین زمان برنامه کم. اگر سابقه شفاخانه را با آل مقایسه کنیم، دهی تعهد ما مشخص است. نه تنها تعهد ما، بلکه تعهد تمام پرسنل شفاخانه مشخص است که ما چقدر کار کردیم و چقدر کار میکنیم. باور کنین که اعتراض شده وقتی که ما در مورنینگ رپورت رفتیم، دکترم از بس که خسته بود زوف کرد و از این اضافه تر به اصطلاح توان دکتر هم نیست که کار بکنه. ما تعهد میکنیم که به شکل درستش اونمور کمه که به اصطلاح قسم و هیپوکرات یاد کردیم، بدون در نظر داشت تعصبات لسانی، قومی و نژادی، برای تمام مریضا به شکل یکسان رسیدگی میکنیم. سپاس آقای یوسفزی که وقتتان رو به ما دادین. روزتان خوش. بیننده عزیز تشکر از شما که با ما بودید. روزتان خوش. همچنان با یک باشید.